مقام علی رضی الله عنه در نزد شیعه بالاتر از الله جل جلاله است. علی سماوی میگوید هر کس با الله جل جلاله دشمنی ورزد و علی را دوست بدارد، به راستی که الله را دوست داشته است. علی هو ذلك المعنى الذي حير العالمين قدم الازل وبعد الامد. علی ذلك المعنى الذي قال عنه علي نفسه، خل أفاجئك، هل أسمع القول من أمير المؤمنين؟ قال علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام: أنا المعنى الذي لا ينطبق علي اسم. أي صفة تحيط بمن لا يقبل الاسم عليه التسمية؟ أي صفة؟ غير أن هذه الصفة يغضب الله لغضبه ويرضى لرضاه، ويقول: وعزتي وجلالي في الدورات في السورة الثانية أو في السورة الثالثة يكرر المعنى: وعزتي وجلالي من أبغض علي وأحبني فقد بغض، من أحبني وأبغض علي فقد بغضني، ومن أحب علي وبغضني فقد أحبني، ومن أحب علي وبغضني فقد أحبني. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. و دسته ای از مردم هستند که همتایانی برای الله می گیرند و آنها را مانند الله دوست می دارند، و آنان که ایمان دارند الله را بیشتر و سختر دوست دارند، و اگر کسانی که ستم کرده اند عذاب را ببینند دریابند که همه قدرت از آن الله است و الله سخت کیفر است. بیننده گرامی، اهل سنت معتقدند محبت الله و صحابه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از جمله امیرالمؤمنین علی رضی الله عنه لازم و ملزوم همدیگر هستند و هیچگاه از هم جدا نمی شوند. ولی این آخوندان رافضی معتقدند که محبت الله و محبت علی دو چیز جداگانه هستند که نه تنها ارتباطی با هم ندارند، بلکه مقام محبت علی بالاتر از محبت الله عزوجل می باشد و یک سخن جعلی نسبت به الله عزوجل می دهند که فرموده است: کسی که علی را دوست بدارد و از من بدش بیاید مرا دوست داشته است. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هیچ کس ستمکارتر از کسی نیست که بر الله دروغ می‌بندد تا مردم را بدون دلیل و آگاهی گمراه نماید. همانا الله ستمکاران را هدایت نمی‌کند. آیا امکان دارد کسی علی را دوست داشته باشد و از پروردگار علی بدش بیاید؟ مگر اینکه مدعیان دروغین محبت علی امثال این آخوند جاهل باشند که بویی از محبت الهی نبرده اند. این آخوند به دروغ میگوید این روایت در تورات آمده است. قل فأتوا بالتورات فاتلوها إن كنتم صادقين. بگو اگر راست میگویید تورات را بیاورید و آن را بخوانید. ما از این آخوند دروغگو میخواهیم این روایت تورات را به همه نشان دهد و در ضمن صفت محیط بودن الهی را از روی جهالت به علی رضی الله عنه نسبت می دهد.
وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. و الله را چنان که سزاوار بزرگی اوست ارج ننهادند و روز قیامت سراسر زمین یک بار در مشت او قرار دارد و آسمان ها با دست راست او در هم پیچیده می شود. او پاک و منزه است و از آنچه شریک وی می گردانند برتر است.